سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز ما با رپ حواشی دیگه میخوایم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. اولین چیزی که میخوام دربارش صحبت کنم، طبق معمول به هر حال ما مصاحبه میذاریم و همه پیجا میذارن. ببینید حجم این داستان به طوریه که حتی وقتی خودمون تیزر رو برنامه خودمون میذاریم همچین کامنتی میگیریم و دنبال پیج اصلی هم به وقتی بهش میگه پیج اصلی خودمونه، میگه نه یه پیج دیگه بود. و این از اون ضرراتی که دارن این پیجایی که به هر حال بدون تک کردن و بدون این داستان استفاده میکنن، گرچه که به هر حال داره کار خیلیاشون میشه. اونایی هم که پیجشون ریپورت شد ازشون عذر میخوام، چون اجازه نگرفتن و تگ نکردن و اگه همینجور ادامه بدید پیجتون پاک میشه و میتونید این کارو نکنید. و اولین صحبتی هم که میخوایم بکنیم دقیقاً درباره همین داستانه که دیروز و پیروز بود ما این استوری رو دیدیم از منیجر رپ فارسی و داش گله میکرد از اینکه خواننده‌ای اومده بود، حالا رپری ریپورت کرده آهنگی رو که مال خودش بوده و اینا گذاشتن و به اون بر حال رپر و آرتیست فوش داده بود. خب داستانی که هست، اون آثار، اون اثر هنری، اون آهنگ متعلق به خواننده است و هر سایت، هر پیج، هر چیزی که میخواد اینو پخش کنه باید اجازه بگیره. وقتی لیبل میشه اون آهنگ و حق کپی رایتش مال یک لیبلیه، شما اجازه نداری همینجور بیای بذاری به عنوان اینکه من یک اپ دارم، یه پیج دارم، هر چیزی که دارم. و وقتی میای این دوزی رو انجام میدی و بدون اجازه میذاری، بدون گرفتن اجازه از خواننده و بدون گرفتن به هر حال پرمیشن از خواننده میای این کارو انجام میدی، این داستان میشه و شما نمیتونید اعتراض کنی و اینجوری فوش بدی. دمت گرم، ولی کارو باحال میکنی، اپ زدی فلان، خیلی از آهنگا رو می‌خری میای میدی، ولی اینکه این کارو می‌کنی یعنی چی؟ پخش نکن آقا، پخش نکن آهنگ یکی دیگه، شما اجازه ندید پخش کنی. اگه بری گایدلاین به هر حال بخونی سوشال مدیاها و اپ ها رو می‌بینی که باید اجازه بگیری بذاری و خیلی وقتا خود آرتیست که نمیاد ریپورت کنه، لیبل میشه. خودت هم بهتر از همینو می‌دونی، لیبل میشه اون آهنگ و کاراش انجام میشه به راحتی. حق به هر حال کل داستان مال اونها هست و شما اجازه نداری بذاری ازش درآمد داشته باشی و هیچ سودی به خواننده ندی. بعدش هم اینجوری بنویسی یا عوام فریبی کنی، چون خود بهتر از هم میدونی که کار خود غلطه. مثل این میمونی که من بیام کارت بانکی شما رو بردارم، شما بری به پلیس خبر بدی، بعد بیام استوری بذارم میگم آی فلان فلان شده، چرا به پلیس گفتی؟ نکن دوزی، نکن. مثل بقیه پیجا میمونن که این کارو میکنن و بعدم یا آقا چرا ویدیومون پاک شد، چرا اینجوری؟ نکن. اثری که متعلق به شما نیست، کاری که خودتون نکردید نذارید، خودتون هم تگ نکنید روش و ازش درآمدزایی نکنید، به این راحتی ریپورت هم نمیشید، پیجتون هم بسته نمیشه. صحبتی دیگه بگو نمیم بردو شب از چنل یوتیوب کوکتل تیوی میتونید مصاحبه همون ببینید، بال شده. خب همونجور که خیلی هاتون میدونید پیروز قسمت جدیدی از بیپرده رو داشتیم، قسمت سوم بیپرده و مصاحبه بود با کوروش از مانتونز که خیلی مصاحبه بالی شد، خیلی حرفا زدیم، خیلی بحثا که برحال به فرهنگ سازی هم کمک میکنه و خیلی نظرات که برحال از کوروش شنیدیم خیلی باحال بود. اون تو صحبت کرد درباره مشکلاتی که یعنی سوء تفاهمی که قدیم پیش اومده بود بینش با خلصه و برحال نظراری رو داد که کدوم دیسترک به نظرش بهتر بوده تو این چند وقت و خیلی صحبتهای دیگه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید اون مصاحبه رو ببینید و از دست ندید. اولین رشته استوری که میخوایم بررسی کنیم استوری های شایع بود که تشکر کرده بود از طرفداراش که به هر حال اومده بودن و حمایت کرده بودن از آلبوم سمج و اونو خریداری کرده بودن و گفتش که وقتشی که ما به قولمون عمل کنیم و همونجور که قول داده بود کسایی که بیشترین حمایتو کردن، اونایی که تو ایران هم باهاشون قرار ملاقات قرار میذارن، یعنی همون میبینن این حرفا، اونایی هم که خارج از کشورن تماس تصویری دارن و از بقیه کسایی که آلبوم خریدن یه قرعه کشی میشه. سه نفرم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سه نفرم از بینشون انتخاب میشه و اونایی که باز ایرانن با هم به هر حال یه میتینگی خواهند داشت، یه ملاقاتی خواهند داشت و اونایی که خارجن باز تماس تصویری خواهند داشت با هم. بچه‌ها سلام، دمتون گرم برای اینکه سمجم به خط پایان رسوندیم مثل همه پروژه‌های گذشته. فقط فرقش اینه که شما حضور فیزیکی نداریم پیش ما، ولی عشق شماست که باعث انجام ما میشه. ازتون ممنونم،
تا 15 12 شب درگاه بازه برای بچه‌ای که هنوز نتونستن آلبوم خریداری بکنن و دوست دارن، و اینکه خب 5 نفر اولی که گفتیم بیشترین مقدار خریدو دارن و 5 نفر دیگه هم از قرعه کشی انتخاب میکنیم. قراری خواهیم داشت، دید و بازدیدی خواهیم داشت با هم، حالا یک روز قبل تولدم 9 مرداد میبینیم همون 3 تا از بچه هم که بیشترین خرید از خارج از کشور داشتن که تو ویدیو کار میبینم اتونو. دمتونم گرم. به هر حال از گذشته خیلی عیق‌تر و رفیق‌تریم، خیلی ها بچه ها دارم به شما تکیه میکنن و ازتون ممنونم، چون من خودم پیش قدم همچین قضیه بودم، روشو من زدم و شما رو زمین انداختین. دوستتون دارم زیاد. ممنونم، مخلص. منتظر باشین، خودم که اصلا بیکار نمیشینم، بچه های تیمم همینطور منتظر ترک مهیار و دانیال باشید و همینطور یه تک ترک خودم که روز تولدم بهتون هدیه میدمش. ممنونتونم، مخلص. مسئله دیگه که میخوایم بررسی کنیم، خب شاید خیلیاتون بدونید و خیلیاتون هم ندونید، یه کمپانی داریم به اسم راف که به مدیریت ریچ ای هست و کاری که میکنه محوریتش مثل همون زاخار رکورده و اسپانسر پیدا میکنن و خیلی از کارها رو اسپانسر میشن و این داستان ها و هنرمندای جدید میارن اونا رو ساپورت میکنن برای که بتونن کار بهتر انجام بدن و این حرفا. و همونجور هم که شاید باز بدونید، آلبوم انگیزه کنم از دارا و عرفان هم برحال تحت اسپانسرینگ کمپانی راف هست و برحال این کارها رو انجام میدن. و خب یه پیجی توی اینستاگرام داشتن و برای خبررسانی اون داستانه میکردن که ما یو دیدیم یه استوری توش اومده و میگه که به خاطر فسادهای اخلاقی این داستانا این از مدیریت داستان گرفته شده. حالا خود ریچه اومد بعدن استوری گذاشت و نمیش که هک شده و دوباره بر میگردیم و اونم هم همینجور پیجه برحال میگن هک شده دیگه، کلی هم استوری میمد میذاشت و حرفای عجیب غریب میزد. ولی خب ریچه اومد دوباره یه پیج دیگه باز کرد و خب میتونید برید دنبالشون کنید و حمایت کنید چون کارشون خیلی باحاله. و اما داستان دیگه ای که بود، عرفان پایدار اومد و یه پست گذاشت از استودیوی جدیدش، استودیوی جدید پایدار که به هر حال همه کار توش میکنن، از به هر حال میکس و مستر، آهنگسازی، ترانه سرایی و به هر حال کارهای عکاسی و فیلمبرداری و داستانا که خیلی باحال بهش تبریک میگیم و مطمئنیم توش کارهای خفن میکنه و میترکونه. شما هم اگه به هر حال آمریکا هستید و میتونید برید استفاده کنید و لذت ببرید. دمش گرم، میبینیم ویدیوشو. Welcome to Silent Note, Pyder Studios, downtown Los Angeles. Come on in. در ادامه مشکلاتی که بین زدبازی و ملتفت بود و به هر حال آهنگ دیگه تابلو شده اومد، مشکلاتی که براش پیش اومد مثل پاک شدنش از ساوندکلاود، مهدیار اومد یه دونه توییت گذاشت نوشت که زدبازیمون رو ریپورت کرده بود و من نمیدونم این گوره خرا دارن چیکار میکنن و همچین توییتی گذاشته بود و دوباره خبر از این داد که آهنگ پخش شده و دوباره هست، برگشته توی ساوندکلاود، میتونید برید همونجا گوش بدید. همون مسئله‌ای که هست، همونجوری که بهتون گفتیم، این کار خود بچه‌ها زدبازی نبود و حتی وقتی هم باشون صحبت کردم نمیدونستن که اتفاق افتاده و کار فردی بود به اسم چیت2ام که بعداً هم توسط الان نمیدونم تلفظ اسمش درست گفتم یا نه، ولی بعداً هم توسط به هر حال طرفداری از ملتفت پیجش هک شد و یه داستانی براش ایجاد شد، به هر حال کار اشتباهی کرده بود و نتیجه‌اش هم دید. و اما داستان دیگه‌ای که بود، ما نشسته بودیم داشتیم اینستاگراممون رو چک می‌کردیم طبق معمول که یهو دیدیم مرادیدن یه استوری گذاشته و یکم ناراحته. متن استوری اینجوری بود که اسمش رو توی مستندی توی شبکه یک قرار دادن و عکسش رو به عنوان کسی که دارنده سایت بت و تبلیغ کننده سایت بت بود و خیلی ناراحت بود و گله می‌کرد که اگه نمی‌دونید چی می‌سازید و این کارا می‌کنید و از این حرفا و خب بسیار ناراحت بود.
تو این مستند هم یه مستندی بود که به هر حال توش میگفتش که خواننده های سبک رپ و زیرزمینی این سایت ها رو اوردن و دارن جیب مردم میزنن و کلو برداری میکنن و این داستان ها عکسایی رو نشون دادن که توش فقط دو نفر سایت بت داشتن و یکیشون هم یه زمان داشت که دیگه نداره. میبینیم قسمت از این مستند مزخرف و میایم. کارشناسان فناوری اطلاعات میگویند الگوی این سایت ها به گونه ایست که وقتی یک شبه در قمار اینترنتی زندگی برخی افراد به باد میرود، روزانه معادل ارزی میلیاردها تومان به جیب عده‌ای دیگر در خارج از کشور میرود، آن هم در وضع فعلی تحریم ها، پولی که میزانش را میتوان از سبک زندگی تجملی این افراد در صفحات مجازی و هزینه بالای تبلیغات این سایت ها حد زد. حرف یک بازی است. کل ملت باش سرگرم میشن. اولش قرار است بارانی از پول بیاید. بزن تو سرت بیا وسط سر. 1 میلیون هم شده 6 میلیون. اسم بازی شرط بندی. پول تو بود بالا مثلا همش رفته چسبیده تو کازینو زنده. رسم بازی اما قمار و گوشبری است. سایت زدن و پول مردم رو خوردن. 90% دزدن. بازی دست این خواننده های زیرزمینی. خب این بود استوریشون و به هر حال کسایی رو میدیدیم این تو که میگفتن 840 میلیون باختیم و فلان و این داستان ها. حالا اینکه یه نفر انقدر مخش تعطیله که حس میکنه و 800 میلیون باید بذاره تو سایت و 1 میلیارد 2 میلیارد ازش دراره، که خب داستانش اینجوری. بعد صحبتی که هست، من نمیدونم حالا راجع به آدم ها چی بگیم، بهتر از بعد نکنم. داستانی که هست سایت بت هم اینجوری نیست که من نمیدونم چرا بعضی فکر میکنن که شما باید ببری، اگه قرار باشه شما فقط پول بذاری ببری که اون چجوری درآمد میاره. اگه عقلانی نگاه کنیم میبینیم که خب قسمت عظیمی از کسایی که شرکت میکنن باید ببازن و همه اینها چه سایت های خارجی چه سایت های ایرانی به هر حال یه جور طراحی میشه که اول خود دارنده سایت درآمد دست بیاره به دست بیاره، اون درآمدی که به حدی رسید و داستانی شدیم وسط هم بعضی رندوم میبرن، همونجور که به هر حال توی کازینوها خارج اتفاق میفته و به هر حال دستگاه اسلات و فلان و این حرفا، یا حتی لاتاری شما میبینی که بعضی وقتا لاتاری بعضی از کشوری و 10 سال کسی برنده نشده و کلی پول اونجا جمع میشه و این حرفا. به هر حال همه اینا یه داستانی پشتش، اینجوری نیست که شما فکر کنی اینا مثلا همشون هر کدوم به فکر شما که شما پول داشتین. نه خب این پول از کجا میاد؟ چاپ پول که ندارن و به هر حال این اتفاق میفته، گردش مالی ایجاد میشه، شما پولت میره، خیلی پولشون میره اونجا، شما میبازی یکی دیگه شاید ببره یه درصدیشی و اینجوری داستان. پس این فکر رو هیچ وقت اگه کسی میکنه واقعا داره اشتباه میکنه. و به هر حال حسین اومد یه سری استوری گذاشت و گله کرد از این مستند و بعدش هم گفتش که شرط بندی علم میخواد و این حرفا و مثل فارکس و بورس میمونه و این حرفا رو زد و بعدش هم گفتش که برید سر بزنید هتل‌های این ور و اون ور ببینید اینا که ادعای سایت داشتن دارن با قاچاق دختر چیکار میکنن، که خب اتهام رو به یکیشون هست که این کارو میکنه و خیلی ها میدونن، اما اینجا جایی نیست که اسمشو ببریم و بحثمون نیست. اما به هر حال حرفاشو اینجوری زد و گلگیشو اعلام کرد و گفتش که شبکه یک خیلی خنده داره. حالا کلا اینا خیلی خنده دارن. اما بعد از اون ما این توییتای رو داشتیم از رضا پیشرو که اینا رو با هم میبینیم. خب توییتر رضا پیشرو رو دیدیم و این بسیار دردناکه که یک آرتیست و یک هنرمندی که از اون اول بوده، هنرمندی که از 11 سالگی خونش رو ترک کرده و به عشق این کار مونده، هر جوری بوده و پولش رو به هر حال جمع کرده برای این کار و هزار تا کار کرده و هزار تا جهت عالی داده به این داستان و هزار تا کار شاهکار داره، باید بیاد اینو بنویسه و باز هم خیلی ها میان من میبینم مینویسن که به اینو مثلا بی احترامی میکنم، میگن توی زمان اینو داشتی توی زمان اونو داشتی بدونه که بدونن چی بوده. و سوالی که میخوام از تمام اون سایت ها و تمام اون مخاطبایی که اینجوری به رضا پیشرو و امثال رضا پیشرو میپرن اینو بگم که اون موقعی که اینا نون شب نداشتن و یا خیلی کارشون گیر بود، کدومتون حمایت و کمکشون کردیم؟ اون موقعی که زندان افتاد رضا پیشرو کی رفت سراغش و کمکش کرد؟ کدوم از مخاطبین؟
اون موقع که رضا پیشرو سایت میزد، اکسسوری‌های مخصوص ریل میفروخت، گردنبند، لباس، فلان فلان، بیسار این داستان‌ها، چند نفر خریداری کردن که به هر حال درآمد خوبی داشته باشه، یه درآمدی که از راه مثبت و درست باشه داشته باشه. چند تا از این رسانه‌ها که میان هی درباره سایت شرط‌بندی و رپرها اینجوری چرت و پرت می‌نویسن، اومده بودن اون زمان که رضا پیشرو یا امثال رضا پیشرو سایت داشتن، آهنگاشون رو میفروختن، لینکش رو میذاشتن که ملت برن بخرن. کدومشون؟ شاید 1% یا 2% بودن. پس شماهایی که آرتیست به این خوبی رو به این روز میندازید که هر کاری کردن که به این راه کشیده نشن، اونم برای پول ناچیز از دولت بگیر که نمیذاره اینا به هر حال بفروشن و کنسرت بذارن و این داستانا، تا خیلی از مردم چی میگید؟ رو چه حسابی؟ با چه روی این حرفو میزنید؟ هر وقت رفتید درست این کارو پیش بردید، اون وقت بیایید بگید که چرا اینجوریه. خیلی از آرتیستان که از اول از این کار بعدشون میومد، دوباره دارن رو میارن چون چاره دیگه ندارن. خیلیاشون دوست ندارن و خیلیاشون میدونن که در شأنشون نیست این کار، اما چاره دیگه‌ای ندارن. و خلاصه که نکنید دیگه. اگه جیبه یکیو میزنید، اگه یکیو این بگم رو به هر حال رسانه هاست بیشتر، اونایی که اومدن اسم خودشون آوردن تو داستان که معروف بشن و همه جوره از آرتیستامون کندن، خیلی از سایت ها، خیلی از به هر حال داستان ها که رسانه ها رو که اومدن و خیلی از استعدادها رو هم کشتن، رو به صحبتم با اونهاست که میان خیلی از پست های جوره به میذارن. شما که اینا رو انداختین تایید شاه، دیگه نمیتونید بهشون بگید چرا داری از چاه به روش خودت میای بیرون. و این حرفی بود که داشتم. میخوایم که این کار به هر حال این داستان درست بشه. دم برای همه آرتیستایی که سالها زحمت کشیدن گرم. میشنویم که از آهنگ رضا پیشرو رو که خیلی وقتی من این چیزا رو شنیدم رفتم تو مودش و واقعا برد تو این فاز منو، میشنویم قسمتیشو. بعد از رپ حواشی امروز یکم غمگین بود به هر حال داستانایی که داشتیم. امیدواریم که یه جوری پیش بره این داستان، حمایت و به هر حال اینا به نوعی جا بیفته که آرتیستامون مجبور نشن برای اینکه بتونن دووم بیارن کارهایی رو بکنن که در شأنشون نیست. دم همه برحال آرتیستان گرم که تو این شرایط دارن این همه سال کار میکنن، واقعا کار بزرگیه. دمتون گرم. صحبت دیگه باقی نمیمونه. مرسی از اینکه تا این لحظه ویدیو رو دیدید. امیدوارم که همیشه حالتون خوب تو عالی و بوم باشه. لینک تلگرام، لینک اینستاگرام و هر چیزی که مربوط میشه به کانال ما توی دیسکریپشن و ابات هست. میبینم خیلی میپرسین هر دفعه، اونجا هست، برید استفاده کنید اگه اینستاگرام یا تلگرام رو میخواید. صحبت دیگه باقی نمیمونه. تا ویدیو بعدی. سی سی.